در دومین روز از رزمایش بزرگ پیامبر اعظم بخش دیگری از قدرت موشکی ساحل به دریا و دریا به دریای سپاه پاسداران در خلیج فارس به اجرا درآمد. در این بخش از رزمایش واحدهای موشکی ساحل به دریا و یگانهای شناوری موشک‌انداز تندر و ذوالفقار سپاه با شلیک چندین فروند موشک قدرت و توان خود را برای آمادگی مقابله با تهدیدات احتمالی در دریا به نمایش گذاشتند. همه دریادلان رزمنده نیرو دریای سپاه خواسته ناوگروه موشک‌انداز تندر با نام پیامبر اعظم موشک را شلیک کنید. الله اکبر. انواع مختلف سلاح‌هایی رو که در شناور است در این رزمایش طبیعتا مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله موشک‌های برد بلند نور رو مورد استفاده قرار خواهیم داد، موشک‌های برد متوسط کوسر و نصر رو در روی این رادری رزمایش مورد استفاده قرار خواهیم داد. علاوه بر اینکه شناورهای ما این عملیات رو انجام میدن، مجموعه‌های ساحل به دریای ما در کل منطقه خلیج فارس و دریای عمان گسترش دارن، از موشک‌های سالدر استفاده می‌کنن. این موشک‌ها که در رزمایش قبلی ما در اختیار داشتیم برد 120 کیلومتر بود، موشک‌هایی را که در این رزمایش به نمایش در میاد برد 170 کیلومتر رو خواهد داشت و این یعنی تمام منطقه گستره آب‌های خلیج فارس، تنگی هرمز و قسمت اعظم از آب‌های دریای عمان. همینطور که در سال‌های گذشته در کوچکترین غفلتی که هم آمریکایی‌ها هم انگلیس‌ها در منطقه شمالی خلیج فارس انجام دادن و در منطقه کوچکی وارد آهای جمهوری اسلامی شدن و ما اونها رو گرفتیم و اون وضعیت براشون پیش اومد، در سرتاسر منطقه خلیج فارس و دریای عمان این نظارت و کنترل بسیار بسیار دقیق وجود داره. هیچ حرکتی در این منطقه صورت نمیده که تحت نظر نیروی سپاه نباشه و اون چیزی که در دومین رزمایش پیامبر اعظم به نمایش در میاد اقتداری است در سرتاسر منطقه‌ای که تحت نظارت ما